دستته، اینم صورتته، اینم لباسته. معلوم نیست تو بچه معصله یا خون شاگرد. کف دست رو ببینم. یلا آقای نظیم، این دفعه رسه رو با من باش فرده غور میده تمیز بیاد بخوده. بسیار خوب گلابا، این نفرم به خاطر تو که شاگرد خوبی هستی میبخشمش، ولی اگر فردا با همین سر بس خواستی بیایی مدرسه نیایی بهتره. نشینید با برجم. درستتون چه؟ اینشا داریم آقا. همه تون نوشتید؟ تو نوشتم؟ او تو بیا بخون. با تو هم تو بیا بخون. من آقا؟ آره تو. چشم آقا، من احمدم. سلام. موضوع انشاتون چیه؟ چرا پدر مادر خود را دوست می‌داریم؟ خب بخون بگو. چشم آقا، به نام خداوند بخشنده مهربان، ما پدر مادر خود را دوست می‌داریم زیرا چون اونها ما را زاییدن. مادر ما را زاییده نه. چشم آقا، پدرم همیشه مرا نوازش میکند و ماما میگوید که گل آقا، من تو را از جان شیرین بیشتر دوست میدارم. هر وقتی مرا میگوید از جان شیرین بیشتر دوست دارم، من بیاد شیرینی میمونم. اون وقت مادرم هم مرا دوست دارد و هر وقتی که به من شیرینی میدهد، من شیرینی را میخورم، دهنم هم شیرین میشود. زن آقا، من گشنمه. ای کارت به اون شکمت بخوره، ایشالله که کفت بخوری بترکی. کی میشد من از شر تو به اون بابای شیعید راحت میشدم. جان بازم شروع کردی دیوار کوتاه‌تر از دیوار من بیچاره پیدا نکردی. هر کی میگه نون و پنیر، تو دیگه سرت بس زمین و بمیر افریونی. چرا پدر و مادر خود را دوست میداریم؟ چرا پدر و مادر؟ بابا چه مرگته بشن؟ موضوع انشامو میدونی چیه؟ نه. چرا پدر و مادر خود را دوست میداریم؟ بگو من بنویسم. این که کاری نداره خنگ خدا، بنویش واشه این که، واشه این که ما رو پش انداختن. پس انداختن؟ بباره گردن من بیچاره کردن. ای کاش تو هم میرفتی لادست اون ننه گور به گور شده تا من از شر تو راحت میشدم. جان قباحت داره، خجالت بکش، اسم اون مرحومو نیار. آخوان به تو چی کار کرده؟ زهر مرکو، که امیدوارم ایشالا شام آخرت باشه. بازم اشکنه. واه واه واه، افاده ها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق. اشکنه واسه سرت زیاده. اصلا هیف آنگوری که تو میخوری برپریده. و مادرم هرون صبح به من شیر تخم مرغ با کره عسل میدهد، زورا هم چلو کباب، ولی من سبزی پلو با ماهی را خیلی دوست دارم بخوده. مادرم همیشه خوراکی های خوشمزه درست میکند تا ماهوانی به سر خود را شروع میکند، سر به سر میگذارم، من خودم برای من لوس میکنم. این از مادر مادر مهربانی به من دارم. حواست کجاست بچه؟ آقا داشتیم انشای گل آقا رو گوش میکرد. راست میگه، داشت انشای منو گوش میداد به خوده. اگه گوش میکردی آخرش چی گفت؟ آخرش گفت که حیف. خب چرا لال شدی؟ آخرش گفت که حیف اونونی که تو کوف میکنی. ساکت رضا. بله. دفتر تو برده بیار اینجا. چشم. دفتر تو بده به من. بدش من. خجالت بکش. این دفتر یا کاغذ عطاری؟ انشات هم که ننوشتی. اصلا تو آدم بشو نیستی. دستاتو بیار بالا. دعا تو هم یه پاتم بگی بالا. یلا مبصر کلاس. بلا بیا اینجا. چش سلام. اون کلا شیطونی رو ورده بذار سرش. من آقا
من نمیتوانم بخورم. چرا؟ آخه رضا دوست منه، قربانش برم. مگه نه رضا جان دوست نیستیم؟ پس اگه واقعا دوست تو اون کلا شیطونی رو بیار بذار سرش، شاید خجالت بکشه و آدم بشه. چشم رضا جان، منو ببخش، تقصیر من نیست، این وظیفه است. آقا معلم به من دستور داد. کس دوزده در رفته است؟ آهای شناختم اداغ رزایی کشده است. نگی رفیق دوران بچگی من دید نشناخته. وایسا وایلا شلیک میکنم میزنم پدرتم در میاد. ایوانی که رفاقتم سرش نمیشه. شک شک بدا باز فرار میکنید. نه خدا پدر بیامرزه اداره برق و بیامرزه که مرا از شر نرده بوده راحت کرد. آی خونه مردم که دیگه نمیتونی بیای. آقای دادستان باید صحبت بکنی، بد ورقه بدی چونه بلن خوابه. الو آقای دکتر کلیه شما هستی؟ من حسنی هستم. سلام آقای دکتر، خواهش میکنم که بیان آبجیم حالش بده، داره میمیره. من منظورم نمیرسه که بیارمش پیش شما، کسی دیگه هم نیستش که به ما کمک بکنه. شما خودت بیا و دو درمونش بکن. اما آقای دکتر آمپول با خودت نیاری. آخه من از آمپول میترسم. آبجیم دختر خوبیه، آمپولش نزن. تو رو با خدا زود بیا. اگه خدای نکرده آبجیم بمیره مثل بابا مامونم به بهش بره، من دیگه هیچ کس رو تو این دنیا ندارم. حالا قول میدی که زود بیایی؟ آره؟ چرا حرف نمیزنی؟ من اینی جام پسرم. آخ جون چه زود اومدی. آقای دکتر بیا آبجیم خوب کن. من سگه کی باشم که خوبش بکنم؟ زندگی و مرگ دست خداست پسر جون. یا خدا خودت آبجیم رو شفا بده. پس چرا ماینهش نمیکنی؟ آخه دکتره باید ماینش بکنه پسره. مگه شما دکتر نیستی؟ دکتره نه، من دکتری فرستاده که خواهرت ببرم مریض خونه. بیا کمک کن تا ببریمش. خب باشه. کمکم کنه مردم رو دوش بذارم. سب کن چادر بذارم رو پاش. سب کن. آره کسی نبینه کمون. وای ایزرائیل جان دل تو رو خدا جاکسی برای ما بگیر. خواهرم مریضه، میخوام ببریم. چشم قربان تو برم. چشم ناراحت نباش. تاکسی نگه دار پسر جان، نگه دار ببینم. وایسا بیا جلو، تا بیا جلو. نگه دار. بفرما بالا دری بیزمت وقت بفرما. چشم خدا شفاش بده انشالله. ناراحت نباش، برو بالا جان. به راننده سفارش کن تیز بگیر. چشم قربان تو. اینا رو برسن با مریض خانه. حواس جان باشه، حواسی نری. آقای دکتر چی شدی؟ آپانتیزش باید فوراً عمل بشه. دیگه دست خودتون آقای دکتر، اول خدا بعدم باز خدا. منتقلش کنید به اتاق. چشم، ردیه به صندوق بسپاری. پول هم رام نیست، شما عملیش کنیم تمام نیست. برق برم تمام پولش رو بیارم. اشکالی نداری. اشکال نداری. تو اینجا باش پیش آبجی تا من برم پول تهیه کنم. تو که بدتر از من آسوپاسی. آخه از کجا میخوای پول تهیه کنی؟ تو چی خیال کردی؟ این کیفو که میبینی پر از جواهری. فعلاً 5000 تا بهت میدم. تو تونل با هم حرف نزن. چی میگی؟ میه. خیلی خوب، فردا پس فردام یه تتمش بگیر. خیلی خوب، خدا مرگت بده. سلام مردی با دست گل.
سلام. به به، سلام سلام. رفیق جونجونی خودم آبجی، این آقا رضاست. با چه زبونی از شما تشکر کنم؟ شما به من عمر دوباره دادین. چه حرفی ها؟ یه ها بند و آب ندیا. آبجیم که به هوش اومد الکی بهش گفتم که من و تو 10-20 ساله که با هم رفیقیم. خوب کاری کردی الکیم، نگفتی من و تو راستاسی با هم رفیقیم دیگه. پس بزن قدش این قارداش شما من یاد بچگی های خیشتن میندازی. شما بچگیتون اینقدر شیطون بودین؟ بله قربان، خود سریقه پیدا کردم. پس چی شد؟ فرار کرد قربان، اما شناختمش. سریقه سابقه در رضا کجدس. هیچ اقدامی هم برای دستگیریش کردین؟ بله قربان، شب و روز در حال اقدامیم به خدا، ولی متاسفانه تا این ساعت موفق نشدم این رضا کجدس رو پیدا بکنم. دی سرکار. بله قربان. این پروندگی ترفیع شما. بله قربان. من با تقاضای ترفیع شما موافقت کردم. متشکرم قربان. ولی در کشوی میز من بایگانی میشه تا وقتی که سارق رو دستگیر کنی و با اموال مسروقه تحویلش بدی. میتونی بری. بله قربان. سلام علیکم سرکار، چه عجب این طرف ها؟ سلام، بازم شروع کردی؟ اون دفعه کافی نبود ها، تنبیه نشدی؟ به زبان خوش اموالی را از رضا کجدس به جناب علی فروخته به من تحویل بده و الا من میدانم اتون. سرکار به حق خدا، همون پارسال که مال دزدی از من گرفتین تا این ساعت دفعه اول آخرین بود، دیگه دزدی خری رو بوسیدم و گذاشتم کنار. خدا بزند هفت جای گردنه تری. سرکار گول آقایی بیدار دل کلا سرش نمیره. بر منکرش لعنت. لابد میخوای بگی از رضا کجدس هم خبر مبری نداری ها؟ البته همچین بی خبرم نیستم قربون. سلام. سلام آقا رضا. سلام رفیقی. سلام، چه بودی برا؟ هرچی که دلیت بخواد، فقط پاکتاش نخوری. خب خانم خانم ها، از رنگی رخسارت پیداست که دیگه خوب خوب شدی الحمدلله. چی؟ داری رخت لباسای منو میشونی؟ آره مگه چی مانعی داری؟ دست پنجه درد نکنی دختر، من از بس محبت ندیدم خیال میکردم محبتم مثل انگشتری حضرت سلیمان فقط تو قصه ها پیدا میشی. اما تو با این کاری به من ثابت کردی که هنوز ریشه درخت محبت نکشیدی. آخ من که قابل محبت نیستم. آقا رضا، تا مردایی مثل شما تو این دنیا پیدا میشن هیچ وقت ریشه درخت محبت نمیخشکه. برو خدا من اینطور شرمنده نکنیم. بفرمایید تو، بفرمایید، منم الان میام. ای بی چش، تو چرا اینجا وایستدی؟ حسنی دایره نداری بزنی؟ خیلی بی معرفتی، اگه مرد بیا تو کار دارم. چه کاری داری؟ یالا ای حسنگی، چرا مثل برج زهرمار اخمات تو هم رفته؟ تو خیال میکنی من بچم؟ کی گفته تو بچه؟ مرد 50 سالی خوب حرفیت بزن. مگه تو رفیق من نیستی ها؟ پس چرا داشتی در باغ سبز به خواهرم نشون میدادی؟ چش چرون؟ ها پسر تو این حرفا را از کجا یاد گرفتی؟ چشم چرون؟ من کلا سرم نمیره، خوش ندارم کسی به آبجیم چپ نگاه بکنه. من کلا سرم نمیره. بر منکرش لعنت، و ما خودمونی، ما خیلی ناقلایی. دادم اون وقت خود دانی. اون دامنشو بری بالا، تا تو هم کلاتو کلاتو ببر بالا. خدا واسه همین حرف هست که اینقدر دوست دارم. حالا راجع به این حرفا با آبجی چگی ها؟ زوده از منم میخواستم همینو بهت بگم ها. حالا منم ما چیتی میکنم آشیتی. چی؟ اجاره خونه رو حاضر کردی؟ والا من بازم شرمنده تونم آقا جمال. دختر جون چرا اینقدر به خودت ظلم میکنی؟ اگه همون 2 ماه پیش که واسه کار پیدا کرده بودم تن به کار میدادی، حالا نه 5 ماه اجاره خونه به من بده کار بودی، نه اینجور صرف کنده بودی. آخه آقا جمال، اون کاری که پیدا کردین از من ساخته نبود. آدم نادون، چه کاری کم زحمت تر و نون آبدارتر از این که شبی فقط 2 ساعت بری رو سن کافه و ارش بدی و موجودی جیب مشتری ها رو پرش بدی؟ اون وقت مواجبی هم گیرت نیست. ها بکش. دختر جون،
اگه خروار نجابت ببرید دم دکون بقالی، یه مسقال زردچوبه بهت نمیدم. اما اگه لبخندی رو لبات ببینن و گوشه چشمی نشون بدی، کیلو کیلو زعفرون به پاد میریزن. اجازه هست همین امشب دوباره برم با صاحب کافه صحبت کنم؟ نه خیر آقا جمال، هزاری هم که بگی من سری باره اینجور خواهر نمیدم. اصلا من رو روشن کن، من دیگه کاسه صبرم لبریز شده. آهای مردم مزرگا، بیاین تکلیف من رو روشن کنین، بیاین من رو نجات بدین. بابا اصلا مستجل نخواستم، اصلا اصلاحیت رو بریزم بیرون، اصلا ران بارو کنار بیرم. تو دیگه کی هستی؟ من سروری تم رضا کج دست. حالی چود با کی طرفی؟ حالا برو پس فردا بیا تمام کرایه عقب افتاده تا بیین. البته اینم هستا، عیبی نداره. من که 5 ماه آزگار دندون رو جگر گذاشتم تا پس مردم صبر میکنم. اما وای به حالتون اگه پس فردا پول حاضر نباشه. اوه خیلی خوب، خاطر ناجم باش، نمیذارم بی نصیب از این شب بری. آفرین شیرین کاشتی. آقا رضا خیلی متشکرم که ما از شهر راحت کردیم. خانم تا تو نهار رو حاضر کنی منم میرم دنبال پول. چشم. آقا رضا منم همراه بیا. خیلی خوب بیا، من از تنهایی میترسم. یوفرست خان سلام، چادر سرتی. به به، علیکم السلام. پارسال دوست، امسال آشنا. زیر نمین آی پسر، چای بیار. زحمت نکشون، 20,000 تومن خورد حسابی که با هم داریم رد بکن بیا، که جان تو خیلی لازمش داره. والا الان که موجود ندارم، یعنی هنوز دهش نکردم. من این حرفا سرم نمیشه، زود تهیش کن و الا دکوراسیون مغازه تو تغییر میدم. هیچ کاری هم برام نداره. بابا اون عتیقه از کلی قیمتشه. بابا نوکه خیلی خوب، همین الان میرم از این در همسایه بعد جورش میکنم، میرم تلفن میکنم، زود برمیگردم. تلفن که اینجا داری؟ اصلا هیچ گاف صندوقی رو نمیتونم بسته ببینم. خب حالا این بسته است. ناکس، دست کم 500,000 تومن این تو کوله ها، اون وقت واسه ما فیلمه میاد. چیه بچیه تو، چرا انقدر ووله میخوری؟ آقا رجا من میخوام برم دستشویی. ها از اونها داری؟ آره. خب فعلا نگرش دار، بعدا یه فکری واسه میکنم. الو سرکار شما این؟ من یوسف عتیق فروشم. سرکار بیدار دل، مشتلق بده. اونی که دنبالشی الان تو حجره من نشسته. من بمیرم؟ آقا جان هر طوری شده یه کلکی بزن مرد کرین نگه در اصلا خودم رسندم تو بیمیر کن من تو برم بایزه. آقا رسا تلفن زدم پول بیارن، تا نیم ساعت دیگه فکر میکنم پول برسه. خاطر این جمع باشه. صندوق تو از اینم که هست گونه دری بکنه. آقا رزا جون چی کار کنم؟ دارم میسوزم. یه خود خودت فعلا بگیر. آقا رزا جون. ها چیه؟ من که توالت ندارم. منم ندارم. آدم وقتی توالت داره باید بگی، وقتی که نداره گفتنه نداره که. خان میگم نکنی رفته باشن زرداب خانه پول چاپ بکننده بیاره. اینقدر وقتی نیست، هنوز زیر نشده، هر جا باشه الان پیداشو میشه. ناراحت نباشی، همین رفت به کجری آقا نشقه کشیدی. خیلی باید ممنون باشی که با چه زحمت و مشقت جلو بزرگر رو گرفتم. خیلی هم ممنون. یوفس خان توالت و گنده خدمتتون هست؟ آره همون رو بریم. باشه بریم. سلام علیکم. کجاست رضا کجدست؟ کجاست؟ توی توالته. من دیدم که همون پاسبان هستی. با چیلی که لیفتش میده خاله خراب، چرا نمیاد؟ دیر که نشده سرکار، دوم از اون جای دیگه نمیتونه بره، بالاخره مجبور از همین در بیاد بیرون. میدانم چی باید بکنم. الو شما این آقا رضا؟ آقا رضا؟ این مردی که توی توالت بود الان شما کجا هستی؟ من نهارم زنی عوض پول واسم پاسبان آوردی که حقمو بالا بکشی، ولی کوره خوندی. من حقمو با کورش از حلقوم تو از گاف صندوقت میکشم بیرون. ولی کن ببینم بچه. آقا رضا
فرار کرد. دیدی چه مصیبتی واسه من درست کردی سرکار جون؟ بیدی خودت به زبان خودت نگفتیم بی صاحب شده، فقط یک راه در اونم از این وری معلی. لا بلا راه دیگه این نداره، بفرما خودت هم یه نگاهی بکن. چی شد؟ عب شده رفته توی زمین، برو ببینم. آو خانه خراب مثل شغل دیوار سلاح کرده و فرار کرده. زجان کجدس بی حرکت کن نخور، بی خودی نگفتن پلیس حافظ جان و مال مردمه. این گاف صندوق از اون گاف صندوقایی نیست که تو فکرش میکنی، اینو ساختن از این که بنده فقط موش جنابالی رو بگیر. یا بالا غیرتن همین یه دفعه رو ما رو نادیده بگیر به خاطر رفاقت بچگی من. رفاقت بچگی من ها؟ پس اگه دوستش داری کلاه شیطونی رو بذار سرش تا بلکه خجالت بکشه و آدم بشه. دوست دارم رضا جان، از من دلخور نشو، چیکار کنم، این وظیفه منه. خوب رفقا که همه دوستان قدیمی هستند، فقط این آقا رو به جان میارم. هو آریو؟ این علی آقا تازه وارده، پسر خوبی هم هست. از وجناتش پیداست. قرون شما. خب بگو ببینم جرمی چیه؟ والا یه شب حوض کردیم بریم کافه، دیدیم مدیر کافه داره یه بنده خدای قربتی رو میچاپه. عوض اینکه چشم اونو هم بذاریم و بگیم بماچه، تصمیم گرفتیم بریم یه جوری صاحب کافه رو قانع کنیم که بابا نکنین کارا، خدا رو خوش نمیاد. یه دوتا کلفتم بار خودمون کرد، ما هم پریدیم به یارو. اون وقت مدیر مرد؟ نه فقط از پا ناقص شد. خب از این اتفاقا واسه همه پیش میاد و آدم میاد پشت این میله ها، کسو کارشم چشم انتظار میمونه. ولی من کسو کاری ندارم که چش انتظارم باشه. منم میشه تو بودم، ولی این دفعه دو تا کسو کار پیدا کردم که خیلی واسه شون دل واپسم. چند وقت دیگه مهلت بده آقا رضا، برمیگرده واسه تون پول میاره. من این حرفا سرم نمیشه. ما مهلت بده آقا جمال. یه اینجا چه؟ بگو گریه نکن، یه طوری میشه خدای ما بزرگه. من که واسه خودم گریه نمی کنم آبجی جون، من دارم واسه تو گریه میکنم آبجی. من مردم، من میتونم گوشه خیابونم بخوابم، اما نمیتونم ببینم تو بی جا و مکنی. آخه تو زنی بی جا و مکن عمرت نمیگذره آبجی جون. دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. سلام رضا جان کجدس من. سلام، انشالله گی آب و هوای زندان با مزاج علی سازگار. خلی سرکار بیدار دل، این نونیه که تو دو من منو گذاشتی باشی تا به موقعش. با میدم تهدید میکنی؟ تو دوست منی قربان تو برم، بیا با من بگو گول آقا دی. بفرم اینم شیرینی قربان تو برم. شیرینی زندونی شدن منه هن؟ نه تصدق جناب علی، شیرینی خط جدید بندست رضا جان. بفرما دلت میخواد به چه درجه و مقامی برسی؟ والا درجات بالا. مثلا هرچی بالاتر بیتر.
استواره بشی راضی هستی؟ استوار گریه یه درجه مونده به استواره قربان دوبارم بنده شبها در جوار خدمت درس منم میخوانم با درجه سرهنگی برسم بله آی به حال من چرا جم؟ آخه تا تو دستگیرم نکنی که درجه نمیگیری ببین من فلک زده باید چند نفع پی زندون رفتن و بتنم بمالم تا تو بشی سرهنگی شخصی برای کی اصلا شیرینی آوردم خانه خراب یک دفع با من نگفت گول آقا که خوشحال بشی گول آقا درجت مبارک نمیدونی چقدر دوست دارم قربان تو برم رزا جم خوشحال کردی منو با خدا دونی هستیم هر کدوم یه جوری قانونو شکستیم ولی هستن یکی سایی که نمیشناسن خدایی خون تو تو شیشه کردن تا میایی به خدا بیایی من از اون حتیل خور رسیدم نرسی آخر مگر به اونها دستیم یواشکی زیر زیرکی قندر رو انبار میکنه شکر رو تلمبار میکنه که گرونش بکنه با قیمت خونش بکنه به فقیر و فقرا بفروشه ای خدا جون خونا درست آمدنه به ما میگنه دستت که راه نرسیده نقشه پول و کشیده جای خوب میکنه اجاره جیه خوشگل میاره که سبی مردم ساده بتونه کلاه بزاره کوه بیابون خدا رو میفروشه حق من و تو و شما رو میفروشه تپ بوتل و شینار رو میفروشه دردم آخر هوا رو میفروشه نه نمیخواد برش کن آره خسته نموشی سلامت باشی هزار ماشالله شب به شب روم میاد فایدش چیه؟ نقل منو تو شده کار کردن خر و خوردن یابو من کار میکنم تو پولاشو به جیب میزنی تقصیر خودته صد دفعه بهت گفتم کارت که تموم میشه مثل همه زنا برو تو بر فیش بخور ایوا دیگه چی؟ مگه مشتری نظری به آدم فیش میده کسی که فیش میخوره باید پی همه چیزو به تنش بمانه خب تو هم بمال شطور سواری دولا دولا نمیشه تو خیلیت بیاد نامرد به صورت من توف میکنیم حالیت میکنم والا زری خانم زود دوم در بردی اما من دوم تو قیچی میکنم به به درش بیش چی رو؟ زیر پوشت میخوای چیکار کنی؟ برو بیرون از اینجا تو واسه من گاوه نه من شیر قیچی کرد مگه میذارم موف از شنگم بری بلایی به سرت میارم که از ترس زنم بشی لختی هم که زنم شدی دیگه غلط میکنه کسی به کارمون دخالت کنه علر خصوص حالا که خیلی هم خوشگل شد بزن دوست دارم زنم رو بزن نه
کردی دختر؟ چی کار کردی؟ میفهمم چی میگی؟ آقا جمال، آقا جمال، آقا جمال، مرده؟ خونه بسیم ازش یه شو گم و گم کن و الا میری اونجایی که عرب نینداخ شوخی که نیست دختر تو قتل کردی قتلی که نکردی پسر خب نقص عضوی کردی حبسیشم کشیدی خب حالا دیگه خصوصی تم رضایت بده آزادی فکر نکنم رضایت بده مگه علم غیبه داری آخه قبلا گفته بود 20,000 تومان میگیرم تا رضایت بدم خب پس شانس تو گفته که طرف دندونیشم گیرده آره منم از این پولا ندارم بدم خودم اگه آزاده بشم دنبال کاری که میگیرم چند وقتی که مونده با آزادیت بذار به کامپیوتری مراجعت بکنم والا حسابش از کفم در رفتی 7 شنبه 4 هفته پیش یه ماه و یه روز مونده بود به آزادیم پس باید 8 روز همین هفته آزاده بشم هن هن مگه همین امروز 8 روز هفته نیستش آقا رضا چیه با منه باشو من آزادم قربون دهنی برم سرگا خب آقایون دوستان لفتن بودن به نشین لفته همونجا بشینی خداحافظی دیگه لازم نیست چون من خیلی زود دوباره برمیگردم دین واپس من نباشی من گفتم اسم شاکی خصوصی چی بود؟ آقا جمال مدیر داخلی کافه آهنگ حتیجم باشه اگه شده گاف صندوق خود گافشو بزنم و پول خودشو به خودش بدم رضایتشو میگیرم و آزاد خدا تو رو همون نگیرم خدا تو رو از این لباس در نگیره خب آقایون کجروها خدا حافظ کوچی ها باری کس یه گالم نفتوشه یه گالم سلام آقا رضا سلام مشتاق دیدار خب سایتی کم نشی بدون خدافظی کجا گذاشتین رفتی؟ والا نقلش مفصله مختصر و مفید یه سفری واسم پیش اومد که مجبور شدم برم سوغاتیم واسهتون آوردم دست شما درد نکنه بذاریم پیش حسنی شب خودم میام میگیرم مگه میخواین جایی برین؟ بله میرم سر کار چه کاری پیدا کردین؟ کارم والا همچین تعریفی نداره که واسه تون بگم بگو واسه زن فقط خودفروشی ننگو آره و چه میدونم تو بار و کافه و از اینجور جاها کار کردم نه من توی چیز کار میکنم مریض خونه خب چه کاری بهتر از این میخوای با ماشین مردم بریسونمه نه شما تازه از را رسیدین خسته این آخر شب میبینم اتون خداحافظ به خدا سپردم گود لک بر ما پوشیده از چه نوع کاری هست حسنی کیه؟ سلام سلام و زهر مار سلام به خدا دلم واسه یه ذره شده بود حسنی لایی به همون یه ذره شم کار بخوره این رسم رفاقه روحم سیاه بیا وسط سوقاتی هم آوردم چون حالا چون برام سوقاتی آوردی باهات آشتی میکنم ولی دفعه دیگه بی خبر نذاری بریا فهمیدی؟ بهت قول میدم از همون قولایی که به ساقخونه دادی؟ هن؟ وا خجالت کشیدی؟ عوضش یه روز حسابی میبرم ات گردش من گردش نمیخوام اگه راست میگی امروز منو ببر سینما امشب نمیتونم چون باید برم یه کسی رو ببینم خب منم باهات ببرم آخه نمیشه اونجا کافه خوبی نیست تو بیای اونجا قدقنه آخ جون حتما سکسیه وقتی بهت میگم تو بی معرفتی حق دارم تو تنو میخوای بری عشق باشه این خط اینم نشون نه میری بچه پاشو برو بگید بخواب نمیخوام حالا تو موقع خواب نیست
چی کار دارم؟ با آقا جمال مرده یا زنده؟ والا نه از مردنش خبر دارم نه از زنده بودنش. آقا جمال یه وقتی مدیر داخلی اینجا بود، اما مدتی که دیگه این طرف ها آفتابی نمیشه. خونش کجاست؟ نمیدونم. کی میدونه؟ اسکندر خان صاحب کاباره، از اون طرف برو، دفترش هم اونجاست. خیلی ممنون. رچو بذارد چیم؟ بله میفرمودید. اسکندر خان به خدا واسم مهمونی رو دروازه دار رسیده، به پول احتیاج دارم. چرا چند وقت مزد منو نمیدین؟ این برنامه به درد کاواره من نمیخوره، فهمیدی؟ تو هم اینقدر مزدم نکن. همیشه به خاطر داشته باش که اگر من نبودم تا حالا به جرم قتل آقا جمال یا دارت زده بودن یا جات گوشه زندان بود. برو الان نوبت برنامه توی، بذار منم به کار خودم برسم. یلا. چشم. شو اتاقه را عوضی میگیریم. حالا این اتاقه بفرمایید کجا؟ عرض سلام شد جناب عالی. والا از بس که به من گفتن رضا، کم کم دارم نارضا میشم. شما صدام کنین آقا رضا. خیلی خوب، چه فرمایشی دارید؟ با آقا جمال کار دارم. آقا جمال؟ بله. والا من هیچ خبری ازش ندارم، آخه مدت مدیدیه که ندیدمش. خونشه کجاست؟ والا از روز اولم بلد نبودم. لطفا زحمتو کم کنید، بذارید به کارم برسم. پیریش کی میگی نریس؟ اصلا منو بگو چرا خودم رو سبا کردم اومدم پیشی تو. خداحافظ. بنویس نوبری شاه بردی. آخ دندونه کم، از درد دندونه کم، دیله کم. خانم پرستار اینجا چجور مریض خونه؟ یکی دباش الکل غیر طبیعیه، پرستاراشم با رقص و آواز از مریضا پرستاری میکنن. ها؟ اینجا بیمارستان یا بیارستان؟ تو رو به خدا نه، روزگار منو به اینجا کشون. تو به این روزگار لکردار بیاد. خانم ها، قبول که به میل خودت نیومدید، هیچ گوسفندی با پای خودش به سلاخونه نمیره. اما حالا رضات برگشته که مثل سابق با رضا و رقبت نوکری خودی تو داداشیده بکنه. از همینجا برگه. نمیتونم آقا رضا. چرا؟ حرفشم نزنی، نمیتونم. بدهکارت کردنده؟ نه. چک و سفته چیزی امضا کرده؟ نه. قراردادت وجه التزام داره؟ نه. خدای نکرده زبونم لال بلای سر تا بردن. ایوه به خدا نه آقا رضا، فکر بد نکنین. اسکندر خان فرمودن چرا نمیان سر کارت؟ چشم، الان لباس عوض میکنم میام. همین الان. سکندر خان کی؟ تو بگی باز کاره داری. آره. ما برای خونه تا من بیام. من عجله ای ندارم، میتونم همینجا بمونم. نه اینجا نمونی، تو رو خدا بری خونه، حسنی تناس. خیلی خوب باشی، شب و خوش. شب و روزتون خوش. چیز زرین خواننده محبوب با اجازه. دخترم دلم میخواد امشب همه جور رضایت حضرت آقا رو فراهم بکنم، چون تمام مشکلات ما به دست این آقا حل میشه. اختیار دارین فردا تشریف بیاری شرکت تا ترتیب کاراتونو بدن. انشالله که شب خوشی رو بگذارونی. با اجازتون من میرم که به کارهام خواهش میکنم. یه سفارش نکنم. امشب که برای خودتون برنامه نداری؟ چرا آقا مهمون دارم، زود باید برم خونه. چرا لطفی نفرمایین مرحوم عزیز.
دخترم چقدر نرم و لطف. دست خاله کوتا تو چی هستی؟ تو خدا از اینجا بری. میرم اما تنها نتونم با خودم میبرم. دست مادمازینو فر کن بی سر و پا. بزن کن بذارم تو بگیری. باشی پر جاتی دستان خانما بلکن بار پکاره. خانما را اونجا بزن. این آقایون لوشوش گویا با من کار داره. این آمدن جلو منو بگیرن رو میکم کنن. درست این دیگه کدوم با آقا وشفرار کردی؟ اون نمیتونه با تو بیاد، خودش هم میدونه. مگه نه دختر؟ دختر این چی داره میگه؟ اون درسته میگه یا من درسته میگم؟ آقا رضا بذار به درد خودم بسوزم. با کدوم درد خودت بسوزی؟ بیا از اینجا بریم دختر، بریم. اون نمیتونه بیاد. اگه میخوای بدون شرا یه تو کپا میرفتر فردا شب میام که قرارداد شیه فسخ بکنه. را الان نمیای فسخ بکنی. خیلی خوب، خیلی اصرار داره الان خودش فسخ بکنم. بریم. لطفا در رو ببندی. چه امرو نهی میکنه؟ خیال میکنه نوکر فادرشم؟ ما که همه رو زدیم اقلا این گاد فادرم بزنیم. این اکسر رو ببینید، همه چیز دستگیرتون میشه. من روشن خانم خانمم، این که آقا جمال صابخونه تونه. بله همون آقا جمالیه که دنبالش میگردی. میبینی که به دست خانم کشته شده. تو اونو کشتی؟ آره، میخواست به من. وقتی من رسیدم زری آقا جمالو کشته بود. یه قدم با چوبه ایداد فاصله داشت، ولی من دلم براش سوچم. جنازه رو بردم تو بیابونهای خارج شهر چهار کردم. من نذاشتم کسی موی ببره. خب با این عکسایی که ازش گرفتی میخوای تا ابد مثل مون تو مشتیز باشی؟ آفرین. ولی من خیال ندارم کسی به تو درد سر بندازم، مگه وقتی که منافعم تو خطر بیفته. حالا دیگه دیر وقته، میتونید برید. مطمئنم که فردا شب بدون هیچ عذر و بهانه‌ای سر کار باید. مدرکی که تو داری اون تا ابد تو مشتت مجبوری که فردا شبم بیاد. خدا مرگت بده، به جای خداحافظ. فردا تا غروب خونه پیدا میکنیم، فردا شب اسباب کشی میکنیم. بخوام چی پیش گردن شاگردی تو رم میبینه. مگه میشه؟ قسم خورد اگه یه شب نرم کافه به پلیس لوم بده. بی خیالش من، اگه شعرگمو بزنن دیگه نمیذارم تو بیای کافه. حالا راه بیفت بریم، خودم میام. کافه بدون زری سوت و کور شده، ولی شما بی ارزا همینطور دست رو دست گذاشتید. مگه ما علم غیب داریم که بدونیم کجا رفتیم؟ والا در همسایه ها میگن شبونه اسباب کشی کرده. آدرس خونه جدیدش هم به کسی ندادم. من این چیزا سرم نمیشه. چند نفرم عبور کن که از همین پرده بگردن خونه شو پیدا کنن. وقتی پیدا کردین به خود من اطلاع بدین. سلام علی جان من. انشالله که حالت خوبه. آره خوبم قربونت. قابل نتوری نداره به خدا. چرا خجالت رو میگه؟ آره دیگه بلد نیست. خب چه خبر؟ خبر والا هیچی. والا به اون آدرس که دادیم هم رفتیم که اما ای کاش دی نرفته بودیم. مگه چی شده؟ این چی اصلا معلومه نیست. چی به سر آقا جمال اومده؟ شایدم نفلی شده باشی. ببینم راهی داره که بدون رضایت اون مرحوم ملعون آزاده بشی؟ آره، همون روز اول بازپرس 30,000 تومان قرار برام صادر کرد، اما نه منی پولو دارم نه تو. غصه نخور، تا منی داری ناراحت نباشی، یه جوری برات فراهمه میکنم. انگار نفست از جای جار بلند میشه. تو چی کار داری؟ من یه قولی به سرکار بیدار دل خودمون دادم که هنوز فرصت پیش نیومده به قولم. حالا وفا میکنم که با یه تیر دو تنشون زده باشم. باید برم سر وقت سرکار بیدار دل. خب خدا حافظ بیلا. خدا حافظ. سلام. سرکار آشوب دید. سلام سلام
سلام رضا جان، من قربان چطوری یا بهتری؟ چشم من روشن رید. تو کجا؟ اینجا کجا کلک؟ دنبال کاری میگریده؟ خدا رسدی زر مرتبه شکر. بالاخره نگفتم این دست کجا جناب علی راست شده؟ نه نشده. چرا جناب علی دیگه آدم شدی قربان؟ نشدم. عرض میکنم شدی؟ نشدم بلا نشدم. به کی سوگن که من نشدم؟ شکست نفسی نکن جان، آدم شدن که خجالت نداره. سلام قربان. از روزی که بنده ارتقا پیدا کرده ما پوست بنده افتاده به محله آیان اشرف. خدا به آیان اشرف هم رحم کنه. خب با اجازه عزتت فراوون بشه. کجا به این زودی؟ من کار دارم، یه گرفتاری کوچیک دارم. خدا میخواستم ببینم رضا جان کار دارم. تو از دستین رضا گج دست. کیف منو بردار. برمان برو دوایی منو بگیر. چاشم منه بردر بیا. خیلی خوب من ماشینه که برمیداریم میبینیم چطور من این گدا کفیله ها رو ببریم دفتم از این شیر بیلیت های سخت مرنگ چی شد؟ چهاره؟ سرکار جون. چیه جنم؟ سرکار دستم به دامنه. چی شده؟ چی ماشینو بردن. کی؟ همین الان قربونه. همین الان؟ آره جون. من میتوانم از تلفن منزل استفاده کنم؟ باید به کلانتری اطلاع بدم. بفرمایید. بودو جان. هر حال اتومبیل من در حوزه ماموریت شما به سرقت رفته. شما باید اونو پیدا کنید. چشم دی قربان چشم. اگر اجازه بدید بنده اتومبیل شما رو پیدا میکنم. اگر نکردم شما شکایت بکنید بنده رو توقیف بکنم. پدر بنده رو در بیارن. حرف دیگه که نداری قربان. پس بریم دستگیرش کنین اتومبیل ما رو پس بگیرید. چشم دی خانم جان چشم. پیدا کردن اتومبیل شما ورزه کج دست پلیتیک میخواد. اونم میزنم. شما غیر از اتومبیل چیز دیگه که نمیخواین. میخواین جان منو میخواین؟ یعنی در صورت خودت بله هر چه زودتر اتومبیل من میگم قربان چش مرحمت علی زیاد ناراحت نباش عزیزم پیدا میشه. من اگر سرم بره آن نمیذارم توی بخش من دوزی باشه. چی شد آقا؟ مگه این بیزاب ماشین شما نیست؟ خودشه بابا. عجب دوزه با پدر مادری بوده بو خوده. خودشم اینجا باشی انا میمیدم بین جیان دیلم. آقا گفتم بیایید. و چش دیدی نرز کردم عجله میکنید. عجله بی صاحب کار شیطان است. ماشین سالمه؟ چیزی نبردن؟ خیلی قربان. اختیار دارید قربان. ماشین شما صحیح و سالم و دست نخورده است. تصدق شما بالا. قربان میخواستم بگم که یه جعبه شیرینی و یه جامه واسهتون گذاشتم. ملاحظه کنید قربان مال شماست. بده سرکار، ممکنه دشمنان قصد جونمونو کرده باشن. نه ترس قربان شما برم. بنده اینجا هستم. پلیس حافظ مال و جان شماست. اول اجازه بفرمایید بنده این پاکتو باز کنم ببینم چی نوشته. آها الان براتون میخوام. همسر بنده پابما بود. امروز ناگهان دردش گرفت. آخه بیچاره. هر کاری کردم که ایشان را وسیله فراهم کنم که به زایشگاه برسانم موفق نشدم. آخه بدبخت. ناچار از اتومبیل شما استفاده کردم. عیبی ندارد. عجب. بله. و نظر به اینکه خداوند یک پسر کاکول زری به بنده عنایت فرموده. آخی خدا یه دل پسر بینده. مبارک انشالله. و از این لحاظ خود را مدیون جناب علی میدانم. یک جعبه شیرینی خیلی شیرین درجه یک و تعدادی بلیت سینما به شما تقدیم میکنم. امیدوارم خودم و فرزندم حضوراً از شما تشکر بکنم. بله با سلام. پس لازم شد بریم. البته قربان این هم بلیت های سینما بزرگان تقدیم میشود. حالا برز بنده رسیدید که در حوزه ماموریت من اگر پرنده در هوا پر بزند به جان شما پرش میدازم. بله خیلی متشکرم. حق با جناب عالی. تلفن میزنم کلانتری به عرض جناب سرهنگ میرسونم. خیلی ممنون میشم قربان. زیل علی مستدام. تو هم زود برو دوای خانمو بگیر. این جعبه شیرینی هم ببر خونه برای بچه هات. بودو جان. اطاعت میشه قربان. متشکرم. چه تصادف خوبی پیش اومده. حتما اون دوست جوانمرد منتظره که به دیدنش بریم. حتما باید بریم اون دوست جوانمرد رو ببینیم. من تا علی
سلام سرکار روشندل. روشندل چیه ریس؟ سلام بگو بیدردل. چند دقیقه پیش نزیر بود بزرگم به تو مشهور میگی. اینجا یه سرقتی شده بود، اول فکر کردم کار تو، بعد معلوم شد اصلا سرقتی در کار نبوده. الحمدلله رب العالمین. خب الحمدلله تو هم که سربراه شدی. الحمدلله بشنو و باوره نکن. وقتی من به تو میگم سربراه شدی بگو چش. خب دیدی خیلی باشی سرکار بیدردل. جیب من نگو بیدردل، من دوست دوران بچگی تو هم ناسلامتی، من رسیدم به اون بلاغتی. خب خدا حافظ آقای بیدردل. جوان مرده آخه نگو. باشد به سلامت. سلام قربان. شب علی بخیر. انشالله که خوش گذشته. جای شما خیلی فیلمش قشنگه. امیدوارم قدم نورسیده برای پدر مادرش خوش قدم باشه. انشالله. بای جز مبارک. شب خوش باشه. شب بخیر. اگه سرکار بیدار دلم میدید بد نبود. سرکار چیو پدرشونو در میارم؟ بفرمایید جواهرات خانم و زنم. پدر رو آسمون میذارید. بازم یه نامه نوشتن گذاشتن مثل اون دفعه. بازم نامه نوشتن؟ بله هاش بگید. آقای خانه خراب باید این دفعه تلگراف میزد. حالا ببینیم چی نوشته. حضرت آقا ممنونیم که واسه شرکت در جشن تولد پسر ما تشریف بردین و خون رو واسه باباش خالی گذاشتین. البته پسر من وقتی دنیا بیاد خرجی داره، شیر خشکی میخواد، آب پرتقاله میخواد، خلاصه همش خرج و همش خرج و همش خرج، همش قسمت ما یا خرج یا برد. جواهرات و پولا رو بردم برای پسرم و گردم من خانمم از طرف شما به همسر آیندم تقدیم میکنم. قابل شما رو نداره خانم. چه زحمت کشیدین آقا رضا. وای چه گردنبند قشنگی. باید خیلی گرون قیمت باشه. فقط مواظب باش چشم دو طایفه به این گردنبند نیفته. طایفه دوز، طایفه دزد بگیر. چطور مگه؟ دزد جماعت تا اونو ببینه میفهمه از اون جنس هست که دزد خر بالاش پول میده. دزد بگیرم تا چشمش به اون بیفته میفهمه متاییه که دولت بالاش در جیب میده. طایفه سومو نگفتی. نفهمیدم طایفه سوم دیگه کی بود؟ سومیش برادر دختره است. اصلا تو به چه حقی گردن خواهر من انداختی؟ رد کن بیاد. واسه چی؟ شوخی نمیکنم، یا الا بدش به من. چرا؟ میگم بدش به من. ده ها؟ خیلی خوب باشه. آقا رضا از این دفعه هر چی خواستی به خواهرم بدی بدش به من، من خودم بهش میدم. چشمی طاعته. آفرین. ولی میشه بگی فرقش چیه؟ بزرگ که شدی میفهمی. آبجی جون گردن بندت مبارک باشه، برو شیرنیشو بیار بخوریم. خیلی خوب. چی را حالا لفته لفته به من نگاه میکنی؟ تو پیشونیت میخونم آخرش جماد خودم میشه. خدا از دهنت بشنوه، فقط خدا میدونه و بس که چقدر آبجیت دوست دارم. تا منو داری قصه نخور، شالا خودم دست آبجیو میذارم تو دستت. خدا از دهنت جایتون در نگره. نه ببخشید، وقتی شما رو دیدم اصلا کار یادم رفت. منزل آقا رضا اینجاست؟ بله، شما علی آقا هستین؟ شما از کجا میدونی؟ آقا رضا راجع به شما خیلی صحبت کرده. خوش چش آقا رضا. چی زنی خانم؟ آقا رضا. چی زنی خانم؟ با شما کار دارم. با من؟ سلام سلام. سلام علیکم آقا رضا. سلام سلام. تو چه آزادی شدی نخوری زمین بچه؟ همین امروز. خیلی خیلی خوش اومدی. به خدا مردتر از تو ندیدم آقا رضا. این روزا برادر واسه برادر 30,000 تومان وثیقه نمیذاره که تو گذاشتی. عرفیشم نزن، قابلی نداره. بیا معرفیت بکنم، این زری خانومه. اینم گویا که داداششه. خوشبختم. زنده باشی آقا سر. مرمن سیاد. آی شیطون. زری خانم بیزمه دی چیز خونک واسه مهمون ما میاری؟ چه؟ آری
خب بگو ببینم حالا که شکر خدا آزاد شدی برنامه چی چیه؟ حالا اولا باید بگردم واسه خودم جا و مکانی گیر بیارم، بعدم برای خودم یه کاری دست پا کنم. کلیت اول از همه به خدا باشه، همه یه کارها خودش درسته میشه. والا ما یه بالاخونی داریم که پیاله داشتیم اجارش بدیم، خب حالا میدیمش دست تو که بهتر از تو. تو رو به خدا آقا رضا اینقدر شرمندم نکن. بابا دشمنت شرمنده باشه. حسنی پاشو با آباجیت بگو حاضره بشیم، میخوایم به افتخار ورود علی آقا بریم بیرون یه کشت بزنیم. برو ما تلشی نکن. خب میگفتی تو زندون چند نفر خوردی؟ باید کردر وایسه داداش بایی نسته که اوزا خیلی تپلیت. تاکسی وایسه، تاکسی با تو هم. ببینم خطر رفت شد. هره نزی بود از دماغمون دره بیاد بره تو بینیمون. هست آقا با منی سرکا. بله با جناب علی هستم. بگو ببینم این های کجدست کجا رفت. کجدست که؟ رضا، آقا رضا دوست جناب علی که با هم از تاکسی پیاده شدین. من چه میدونم؟ نترس جانم نترس. یونم میخوام یه خدمتی بون بکنم که تا الان نکرده بودم. ببینم منزلش این دور حوالیست. من نمیدونم سرکار. با جناب علی در یک منزل زندگی میکنه؟ سرکار من میگم نره، تو میگی بدوش. بسیار خوب، ندوش جانم ندوش، ولی بدن و آگاه باش پنده بزود یه زود هم منزل جناب علی را یاد میگیرم هم رضا جان کجدست. خدا توفیقت بده سرکار، اجازه میدیم ما بریم؟ بله جانم بفرما. خداحافظ شما. بفرما قربان جوجه را آخر پاییز میخورن عزیز. من اینجا پاسبانه چی کار داشت؟ رفیق آقا رضا بود، احوال پرسی میکرد. برای چی شما قایم شدی؟ نه من کی قایم شدم؟ اون چی میخواد؟ بازم وایساده نگاه کن. من میترسم این سرکار کار دستمون بده علی. چطوره بریم یه خود قدم بزنیم؟ عالیه، ببینیم. بیا. عجب فرار استیو مکولینی کردی. صد دفعه گفتم آقا رضا پسر من تو خونه ای که دختر جوان زندگی میکنه راه دادن مرد غریبه اشتباه اندر اشتباهه. حالا مگه چی شده؟ باز میگی چی شده؟ نور چشم من تو کار دختر من یه پیرن از تو بیشتر پاره کردم. شاعر که میگوید آنچه در آینه جوان بیند بچه در خشت خام میبیند. اینو کدوم شاعر میگوید؟ من چه میدونم؟ تو وقتی نمیدونی اینو کدوم شاعر میگوید غلط میکنی، از قولش نقل قوله میکنی. بسنی تو بخورده؟ هم شما چه نسبتی با؟ هیچی. آقا رضا مثل یه برادر بزرگ از من و داداشم سرپرستی میکنه. فقط باور میکنم. مرد نازنینیه. به گردن منم حق داره. ببینم شما نامزد داری؟ شما چی؟ نه. منم مثل شما. زن خانم میدونی؟ من بگو حرفتو بزن. نمیدونم، حالا نمیتونم. باشه یه وقت دیگه. باشه، هر جور تو دلتون خواست. سلام رضا جون. سلام و زهر ما، تو حالا کجا رفته بودی؟ ایبا چه غلط ها؟ به تو چه مربوطه نیم وجبی؟ شیطونه میگه برن همچین بگاه؟
ببین جونم، یه خونه ادب داشته باش. ادب بی ادب، من خوش ندارم آبکیم سر به هوا بشه. این حرفا چی میزنی بچه؟ خجالت بکش برو با ماشینت بخون. خیلی خوب، دودش تو چشم خودت میگه. ببینم بابا، دودش. خب کجا رفته بودین علی؟ من یه پلیس دستبردار بود، دو ساعت اصول دین از ما پرسید، بعدش هم رفت سر کوچه وایساد زاغچو بزنه و خونه رو یاد بگیره. خب شما چه کار کردینه؟ ما هم تا دیدیم اوضاع خیته، باز بری خانم رفتیم یه دور قمری زدیم و برگشتیم. خب با اجازه شما برسم. کجا؟ میرم بگردم یه کاری واسه خود گیر بیارم. من خودم واسه یه کاری زیر سره گذاشتم. چه کاری؟ راستش یه پولی پس افته دارم، اگه خوش داری حاضر میه تسکی بخرم بذارم وسط. پول از من حرکت از تو، برکتم از خدا. بزن بریم. تدریسید مبارک. قربون تو آقا رضا، ما هرچی داریم از تو داریم. داشت علی، یادت یه قولی به من داده بودی؟ آره جونم، حالام سر قولم هستم. پس منو ببر گردش. رو چشم، کجا بریم آقا رضا؟ برو جده نیابران امینی ایسیتی کسانی رو چرخ و فلک سفارش بکنیم. آخ جون، چرخ و فلک. بزنت برم آقا رضا جون، حسرته به دلم مونده یکی منو ببری چرخ و فلک. خب آقا رضا چه؟ ببینم باز مال کاسبی. ما خودمون با این میمبی تو چی؟ خداحافظ. خداحافظ، خوش بگذره. برو پایین. حروفی بزنم حسنی، یادی تو گفتی پولاتو جمع کن بیا خواستگاری آبی جی؟ آره یادم میره. پولامو جمع کردم، سر پولت هستی. پس چی که هستم؟ مد و قوله. ایوالله، فقط هر وقت خواستی بیای خواستگاری به من زودتر خبر بده تا من تو خونه باشم. آها امشب خونه هستی؟ از قضا امشب. آره خونم بیا. به شرطی که خودی پیش پیش آبجی تو بپذیری، ویلا من رو نمیشه باش حروفی بزنم. باشه، حالا بریم یه بستنی باشم بخار. ماره باش، من حریف آبجیتی میزنم، تو حریف بستنی رو میزنی. خیلی خوب، آقا نگردر ما پیاده بیشیم. میدونی مادمن شدن خرج داریم. خیلی خوب، برو پایین. انگار تازه بپستم خودی، یه عمر کش میرم. زری با من عروسی میکنی؟ تو میدونی من کیم علی؟ میدونی از کی داری خواستگاری میکنی؟ از یه خواننده کافه، همون آقا جمالی که دنبالش میگشتی من بود. تازه خوش عیب من همین بود. یه شب آقا جمال میخواست به من دست درازی کنه، اما من اونو کشتم. کشتمش، چرا نمیفهمی؟ من یه قاتلم علی. علی، علی جون، من کنیزتم. تو عزیزم، تو عشق من. پاشو بریم، ممکنه آقا رضا و حسنی بیا منزل، خوب نیست ما رو با هم ببینن. پاشو بریم جان، پاشو. ببین حسنی جون، تو برو آبجیت بپز تا من برم یه خود شیرینی میرینی بخرم و بیام ازش خواستگاری بکنم. خیلی خوب. باشه. اشکالی نداری؟ نه. بذار من در اوپنش بکنم. زود برگردی. لازم به سفارش تو نیست، من خودم واسه خواستگاری بیشتر از تو عجله دارم. دل تو دلم شیرینی از کجا بخرم؟ سلامت عزیزم. حسنی تو کی برگشتی خونه؟ ها؟
نگفتی که اومدی خونه؟ سرتو بیار جلو، یه چیزی در گوشت بگم. بفرما اینم. بگو. منو میزنی؟ آره، خجالت داره. آدم نامزده رفیقشو ماچ نمیکنه. این نامزدش؟ یعنی زری نامزد آقا رضاست؟ آره، من قول آبجیمو به آقا رضا داده بودم، واسه اینکه میدونستم آبجیمو از جون خودش بیشتر دوست داره. حالا رفته شیرینی بخره بیاد که تاریخ عقد و عروسی رو معلوم کنه. پس چرا چیزی به من نگفت؟ واسه اینکه خبر نداری. نه آقا رضا بهش چیزی گفته، نه من. خدا خودش میدونه که من از هیچی خبر نداشتم. خب حالا که فهمیدی، دور آبجیمو خیت بکش، بزن به چاک. هری باش، این کار رو میکنم، به شرطی که تو هم به من یه قولی بدی. چه قولی؟ چیزی به آقا رضا نگو حسنی، قول میدی؟ بله قول میدم. بزن. یا مبارک بادا، هی کجا داری میری؟ میرم دنبال کار. یه شیرینی بذار دهنه تا شب واسه دیگه. نه میل ندارم آقا رضا، میل ندارم. بخور مال امر خیری به خدا. مبارک باشه آقا رضا، خدافظ. من که چیزی نگفتم، از کجا فهمید؟ هر دونش از یه مغازه بلنده کردم. ببخشین، یعنی هر گونه، هر دونش رفتم از یه مغازه خریدم. حسنی بیا نم شیرینی بفرما. با آبجید حروفی زدی یا نه؟ نه آقا رضا. چرا نزدی پسر؟ امروز ساعتش خوب نیست آقا رضا، گفتم باشه واسه فردا، پس فردا. بابا اصلا خودم میرم، مرگ یک بار، شیونم یک بار. نه آقا رضا، صبر کن. بابا تو که کاسه صبر منو لبریزی کردی بچه. آخه تو که همه چیزو نمیدونی. نمیدونه؟ خب اگه چیزی هست من نمیدونم، تو که رفیقمی بگو تا من بدانم. آخه بله آقا، قول مردونه دادم که نگم. خب پس نگو، مرد اگه شارگشم بزنه نباید قول خودشو بشکنه، نگو. آخه من که هنوز کاملا مرد هستم. خب بگو ببینم چیه، تو که جون منو به لب رسوندی. وقتی اومدم خونه دیدم علی آقا داره آبجی ما ماچ میکنه. علی زری رو ماچ میکرده. آبجی چرا این کارو کردی؟ زری؟ بله. علی اومده بود خونه؟ آره، چی شده؟ یه اینجا حسنی میگه تو و علی هم دیگه رو ماچمالی میکردین. اون دیگه به خودم مربوط. آخ روح منو که نخریدی. نمک نشیناس. من و علی هم دیگه رو دوست داریم آقا رضا، قول و قرارمون هم گذاشتیم. قرار علی آقا آخر همین ماه از من خواستگاری کنی. چی گفتی؟ خواستگاری کنی؟ پس چرا این از افنه رو گفتی؟ زیر ساتور بره این دست که تو روی تو بلنده شد. من ببخش زری، بیا دهن تو فیلن شیرینه بکن. ناز مدید مبارک. بعدی داشت کجا میری؟ من میرم تا ناز مدید شما رو واسه خودم جشن بگیرم. سلام آقا رضا، خوش آمدی، چی میل داری؟ نمیدونم، یه چیزی بهم بده که کله پام بکنه. پنج سیر عرق کشمش بده. سلامتی. چرا اینجا نیستی؟ پاشو برو دنبال کاسبی شاه دوماد. آدمی که میخواد عروسی بکنه خرجی داره. به سلامتی خودتو نامزدید. نامزده چی؟ کاش که چی؟ کی گفته من میخوام عروسی کنم؟ زری معلومشه خیلی خوش باوره. نفهمیدم چطوره شدی؟ من که زنبگیر نیستم، مگه تو این دوره زندگی نمی کنی آقا رضا؟ اینقدر دختر واسه سرگرمی پیدا میشن که دیگه احتیاجی به زن گرفتن نیست. پس چرا وقتی تو حیات داشتی ماچش میکردی این حرفا رو بیش نزدی؟
اگه میزدم که نمیتونستم اونو ماچش کنم. تو وقتی یه زن بیاردش منو میزنی؟ یعنی کسیفتو ببند. اون طفل معصوم دلشو به ودای تو خوش کرده. اگه راسته میگین حرفا رو تو روحش بزن. راست چی که میزنم؟ اگه ازش خورده برده دارم. بیافت جلو خورده برده. اگه راسته میگی اون حرفا رو تو روح خودش بزنه. اگه ساعت باره دیگم لازم باشه بهش میگم. گوش کن زاری، من واسه این که چهار سبا با تو خوش باشم اون همه وعده وعید تردیه شده. باور نمی کنم. تو راست نمیگی. و الا اگه قصد خوشگذرونی داشتی از من سوء استفاده می کردی. دیوونگی هم آقا چه می دونم؟ شاید هم فکر آبروی این مردو می کردم که سرپرست توه. و الا این پنبر از گوشت بیرون بیار که من با تو عروسی کنم. کن بایستادی؟ چلی مگه خدای نکرده؟ گفتم بونه تو گفت نامن بیتون سیزاتومه بیتون محبت داری تو رو خدا گریه نکرد چو کنیم دیگه دوری دوری نامردی چی نمکم خوری نمکنه تو تو چشمی ما خور بشمی کن گریه نکنم یه از من بود که اونو تو این خونه راش دادم دیگه از این غلط ها نمی کنم سلام رفیق عزیز بهتر از جان آقا رضای کجدس کجاست؟ ببینم دنبال دختره را افتادی جناب علی رو کتک متک زدن؟ بیا سرسرم ورد سر کن بیا ابو جان ما رس بگو تو با آقا رضا هم منزلی یا نه؟ بالا غیرتن منزلشو به من نشان بده تا من برم این مردکر دستگیر بکنم خیال همارم راحت جان دستگیر کنی؟ آها قربان تو برم من اینجا مخفی میشم تو یه باشکی برو در بزن طرف صدا کن دم در دیگه هم کارید نباشه خودم اینجا حسابشو میرسم بزن عزیز من نگه نکن بزن یکی ده بزن زودتر میرم تو که نیوز اینجا یه دقیقه بی بیرون کارت دارم اومدی گردگیری بکنی با هم سلام آقا رضا جان دیدی بالاخره نتوانستی از چنگ بنده فرار بکنی تمام نتیجه خوبیا و رفاقتم خاک بر سر تو نه سرکار من نه منزل آقا رضا رو بلدم نه هیچ خبری از اون دارم ده دروغ میگی با خدا دروغ میگی با زمین آسمان دروغ میگی دروغ میگی مثل ابو جهل من اونه دستگیر میکنم سال آشنا کم پیدایی دیدی اسکندر خان بلاخره برای بچه ها آه قربون چرا نمیفرمی تو بفرمی با اجازه آقا رضا چیه چی کارم داری حسنی نرو چیری نرو من جایی نمیخوام برم میخوام برم این تو قمه همو فراموش بکنم تو برو مواظب آبجید باش من میرم این تو یه لبی تر بکنم برو جونم منو با درد خودم نمیذارن تنها باشم بیا
چی میخواد؟ چی شده حسنی؟ آبجی کجا داری میری؟ برمیگردم سر کار سابقم تو کاباره. نه آبجی، سب کن، آقا رضا منو فرستاده که مواظب تو باشم. اگه تو بری خیال میکنه من بی ارزم. مارو کنار بچه حسنی، ناراحت نشو، منو زود باش، تو برو خونه، من میام. سبار شو بینم. نه رو آبجی، زود باش هرشت. یلا سب کن، سب کن، سب کن، من الان میرم با آقا رضا میگم. باریک لپسر خوب، تو برو حریزه رو پیدا کن، منم میام. آها چی؟ دو سه تا مرد گنده با ماشین اومدن و آبجیمو برداشتن و بردن. نفهمیدی کجا بردنش؟ چرا؟ آبجیمو گفت من میگم کاباره. ای خاکه به این فرق سر من را بیفته. بریم بیا بقل من. ازیاد زکان نخوره غرزا. ای وای این داریم آرتیست بازی میکنیم پسر جان. آره اخ جون، من خیلی آرتیست بازی دوست دارم. منم بازی بند بوم بند. ببینم پسر جان، تو با من بگو ببینم بستنی رو بیشتر دوست داری یا آرتیست بازی ره؟ اول بستنی، بعدم آرتیست بازی. باریکالا پسر، این یک تومنه ببر اول برای خود دیدن بستنی بخور، بعد بیا آرتیست بازی بکنیم. بودو جانم، بودو پسر. دی گفتم بالاخره تو رو با چنگ میارم. دست کم یه ساعت به من فرصت بدی تا من برم کافه و وضو برگردم. ولی من این کار نمی کنم آقا رضا. دستگیر کردنت با منه، آزاد کردنت هم با مقامات بالا. حالا بی سر صدا دستت بیار بالا جان. بی چه خبر شده؟ تبریک عرض میکنم قربان. دوست منزل آیا یانزاده را دستگیر کردم با دستبند دوغلو. خیلی زحمت کشیدین، آزادش کن بره. آزادش کنم بره. آزادش کن، وازش کن. چه قربان ولی سب کن ببینم. برای چی قربان؟ برای اینکه دزد منزل عیانزاده با مدرک دزدی خودشو تسلیم کرده. خودشو تسلیم کرده؟ چند تا دزد بودی؟ قربان باور نمیکنم. چرا باور کن؟ اینم گردم بنده خانم. کاملا درست. دوست که شخصا اعتراف کرده، الان در بازداشتگاه موقت کلانتری زندانیه، تا بعد با پرونده بفرستیمش دادسرا. خب وازش کن من برم. چی رو وازش کن؟ یلا وازش کن. دست وازش کن. بله قربان الان چشم. دست بی سبب بیار پایین، دیگه بالا گرفتی. ولی قربان این دستبند غالی بود، دستی این باید باشد بخود، نباید وازش کنم. خیلی خوب. خداحافظ شما، خداحافظ. ده مخصوب تاشم میخریم. بله قربان. دیدی بالاخره من آزادی شدم سرکار. دست تو کجه و من این دست راستش میکنم. خیالتم راحت. خیلی خوب راستش کن. حالا بگو ببینم آن بازداشتگاه کجاست؟ همینجا بروه. برو برم ببینم آن دزد جوان مرد کیه که باعث آزادی این دزد جوان مرد شدی. علی تو آقا رضا، تو چه دزده نبودی؟ چرا؟ از اولش هم دوز بودم. هرچی فکر کردم دیدم تو بیشتر از من به زری خدمت کردی و بهتر از من میتونی خوشبختش. چی گفتی؟ من اصلا نفهمیدم. حالا دوز بودن من که تعجبی نداره. سب کن، یه چیزی الان بهت نشون میدم که از تعجب شاخ در میاد. من همین حالش هم در چی کار میکنی؟ مارتی که زک جون میشناسی شاقه؟ خیلی به نظرم آشنا میاد. مردم آقا جماله. یا بسم الله، مرده زنده شد. آره زنده شده، دیشبم چاقو کشی کرده. مرده هم مگه چاقو کشی میکنن؟ یالله همه چیزو با ساغرزه تعرف کن. یالله چون با چان من نمردم. اینی که خودم هم میدونم، اما زری چرا فکر میکنه تو رو نیفلی کردی؟ این نقشه رو صاحب کافه کشید. آخه من و اسکندر خان دستمون تو دست هم بود. اون شب که زری سر بود گرد و خاک رو انداخت،
اسکندر خان گفت که برو یه بلایی سرش بیار که روش کم بشه. اما زری با گلدون زد شیش جای سرمو شکست. خانم اتفاقا تو همین فکرم، خدا رو شکر کن که این پشتی و من اینجام و الا میزدم شیش جای دیگه سرتم بیشکنی. حالا بقیهش رو گوش کن. بینن به گوشم حیوان. اسکندر خان وقتی دید بیهوش افتادم نقشه بهتری به کله زد. کم کم دارم شیر فهم میشم. به زری گفته بود که منو کشته، بعدش هم منو رایی بندر عباس کرد که چش اون تو چش هم نیاد. واسه اینکه زری همیشه تو چنگش باشه. آره آخه زری گاو نهمن شیرده. حالا این گاو نهمن شیرده دوباره برگشته تو همون کافه. جدی میگی؟ آره اما نه ترس، اون آخر و منو سر اسکندر خواه خراب میکنم. خدافظ تو اون رو که بیاد تو بس. نمیبینی دست میزنم دوباره برو. لازم نکرده اون دیگه نمیره. بیا بریم. ای آقا رزا برم کن، من برای همینجا ساخته شدم. اونجا اینجا میفهمی؟ اونجا اینجا چیه؟ آی بچه ها دختر جونت خرشیتون بیا پایین، بیا با من بریم دیگه. منو حسنی به خدا به وجود تو احتیاج دارم. یه چی؟ فقط اونجاست که همه به من احتیاج دارن. برین این پسرهای مزاحمو بنازیم بیرون. زود باشه. یا بریم من با قذر برای تو میگم. ای آقا بلشون بزن عشقشون میری یا بندازم. خیلی خودو برو کنار بایستم، من که با شما هم مرافعی ندارم، من با شما هر رفیقم. بیا این تا وسطتون تعریف بکنم. من با شما سرت خراب کنی نمیتونی اون مدارکو از بین ببری. اسکندر خون خارکوره خونده، اون مدارکو بذار در کوزه آبش بخور. زری تو دیگه آزادی، آقا جمال مرحوم زنده است، الانم داره تو زندان آب خونکی میخوری. نه نه تو دروغ میگی، دختر فریب حرفای اونو نخور، اون میخواد تو رو تو درد سر بندازه. آقا ریزه تو رو به خدا راست میگی؟ میگه روده راست تو شکمش نیست دختر. تو شکم خودت نیست، خودم با چشمای خودم دیدم. آقا ریزه چطور میتونم زحمات تو رو جبران کنم؟ من کنیز تو هم، هر کاری که بگی میکنم. هر کاری بگم میکنی؟ آره قسم میخورم. قسم میخوری؟ زری تو باید با من عروسی کنی. با قرآن قسم میخورم که خوشبختت کنم. آیا عروس خانم حاضرن؟ بله پاشر رو بگذارم. بیا آقا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشیز خانم مکرمه محترمه معظمه زری زری فرزند ولی، آیا به دایی وکالت می دهید که سرکار را در مقابل یک جرد کلام الله مجید و یک شاخ نبات به عقد دائمی آقای علی وفادوست در آورم؟ علی!
شخصید مبارک.